پیرو دستور رهبر و اعظم انقلاب به جناب رئیس جمهور و ابلاغ این دستور از جناب رئیس جمهور به این جانب، ما با بسیج هرچه بیشتر امکانات الان مواجه هستیم. امروز با ده‌ها دستگاه، انواع لودرهای سنگین و در مقیاس‌های مختلف در ثقیل‌های سنگین و نیمه سنگین در منطقه، تعداد بسیار گسترده از لودرها، لیفتراک‌ها و بیل‌های مکانیکی در انواع اون در منطقه الان مواجه هستیم. داریم اینجا اینها رو، کار توسعه بیشتری پیدا کرده، الان در از چهار جبهه کار داره الان دنبال میشه، در هر جبهه به طور گسترده همه فعال هستن، به سرعت کار به حمدالله جلو میره که اگر بتونه دوربین شما نشون بده حجم این فعالیت ها رو، خواهند دید که شاید ما کمترین بسیج رو در این مقیاس در حوادث مشابه در سطح کشور داشتیم. یعنی این همه بسیج رو امکانات، نیروها از همه نهادها و ارگانها و مردم ما نداشتیم در یک چنین حادثه مشابهی رو در هیچ جا، که امروز به حمدالله این رو اینجا داریم. و البته این استحقاق مردم عزیز آبادانه که بر کل کشور دین دارن و ما باید وظیفه‌مون رو در مقابل اونها انجام بدیم، که به حمدالله این کار در حال انجام، کار آبادبرداری به سرعت دنبال میشه. در کنار اون یافتن پیکرهای عزیزان مدفون شده دنبال شده، تا این لحظه هم نزدیک 29 پیکر پیدا شده و اضافه شده به عددهای قبلی. البته همچنان تعدادی دیگر از اجساد عزیزانمون در این منطقه مشاهده شده که اونها هم در استخراج خواهند شد و بیرون آورده خواهند شد. البته با توجه به حجم آوارها یه مقداری ممکن تأخیر زمانی داشته باشیم، اما این کار به سرعت در حال انجام هست. به حمدالله با هماهنگی و همدلی همه نهادها و دستگاه‌ها کار با سرعت بسیار بیشتری در حال تعقیب هست و ما تشکر می‌کنیم از مردم عزیز و شریف آبادان، مردم داغدیده آبادان، خانواده‌های جانباختگان که بسیار با ما همراه هستند. اینجا عزیزانی هستند که همسر و سه فرزندشون رو از دست دادن، اما ما جز داغ تنهایی و محبت اونها چیزی ندیدیم. وقتی با اونها صحبت میکنیم بسیار متشکر هستند از تلاش‌های جمهوری اسلامی و همدردی‌هایی که رهبر معظم انقلاب، ریاست محترم جمهور و همه دستگاه‌ها دارن و تشکر دارن، در حالی که خودشون آلام عمیقی دارن. و البته این وظیفه ماست که در خدمت این مردم عزیز اون باشیم. صحنه های بسیاری از رشادت های عزیزان ما و مردم عزیز در آبادان ما ببینیم که اینجا واقعا بعضی شگفتی ساز هست. ما برای بعضی از کارهایی که اینجا باید انجام میشد و خب به حال خطر داشت، ما میدیم چطور یک جوان رشیدی کاندید میشد که این کاری خطرناک رو بیاد انجام بده، اگرچه که حتی ممکنه برای خودش خطر جانی داشته باشه، با کمال میل و آرامش وارد این مرحله شدن. که اینها صحنه های بسیار ارزشمندی است که از همدلی مردم، فداکاری و ایثار مردم عزیزمون و دستگاه هایی که اینجا هستن، هم از عزیزان آتش نشان ما، هلال احمر ما، اورژانس، عزیزان سپاه، نیروی انتظامی، اینهایی که عزیزانی که از شهرهای مختلف اومده بودن، در همه سطوح که حالا ممکنه من همشون رو همین الانه تو گفتم ذکر نکرده باشم، تشکر فراوان داریم. کار به حمدالله به خوبی داره دنبال میشه و ما امیدواریم که بتونیم در مقیاس کوچکتری نسبت در مقیاسی یعنی در زمان کمتری در حوادثی با این مقیاس بتونیم کار انشالله جمع بکنیم.